طبق تحقیقاتی که CNN آمریکا انجام داده، قرار هست که فایل‌های بسیار مهمی منتشر بشه در آمریکا، کما اینکه قبلا خبرش منتشر شده. مثلا به چند نمونه اشاره می‌کنم: نازی خامنه‌ای 7 میلیون دلار در ترکیه، 56 میلیون یورو در آلمان، 122 میلیون پوند در بریتانیا پول داره، حساب و پسنداز بانکی داره. حساب بانکی آقای مشتبه خامنه‌ای 1 میلیارد پوند در بریتانیا، 2 میلیارد و 200 میلیون یورو در آلمان، 766 میلیون دلار در قطر پسنداز بانکی داره. حساب سوئیسش هم داره فاش میشه، ردیابی شده و منتشر خواهد شد. سردار احمد وحیدی که در حال حاضر در جلسه طراحی نوع سرکوب مردم حق طلب هست، 32 میلیون دلار در دبی، 65 میلیون دلار در ترکیه و 122 میلیون دلار در آلمان پسنداز کرده. آقای مشتبه مصباح یزدی 184 میلیون دلار در دبی، 221 میلیون دلار در کمپانی اناخال، کمپانی عربی هست، و 55 میلیون یورو در اسپانیا پسنداز داره. آقای علی مصباح یزدی 45 میلیون دلار در دبی، 17 میلیون دلار در ترکیه، 65 میلیون پوند در بانک بریتانیاش، 75 میلیون دلار در آفریقای جنوبی و 110 میلیون یورو در آلمان داره. فکر کنید هر کدوم از اینا میتونه چقدر از مشکل بیکاری در ایران رو رفع بکنه و چقدر فقر رو در ایران از بین ببره. حسن فیروزآبادی، حسین شاجونی، آقای عسکر اولادی، حسین جنتی، همه اینا هست لیستش شد. من نمیخوام وقت شما رو زیاد بگیرم. سکینه خامنه‌ای، بذارید اینو بگم. سکینه خامنه‌ای، خانم سکینه خامنه‌ای 25 میلیون دلار در مالزی، 14 میلیارد دلار در قطر، 112 میلیون دلار در دبی پول پس انداز کرده. آقای علی اکبر ولایتی، محمد محمدی ریشهری، بقیه سران جمهوری اسلامی دارایی‌هاشون منتشر میشه، مردم خواهند دید با اسناد. این در شرایطی است که خودتون بهتر از همه دارید وضعیت ایران رو میبینید. نیروهای انتظامی نباید حافظ یغماگران ثروت و سامان مردم ایران باشند.